دلم میخواد در مورد پرسشنامه‌ای که اخیراً ششنگ منتشر کرده و از شما خواسته که اون رو پر بکنید توضیحاتی بدم. سال 96 بود که ششنگ در سازمان ملل در ژنو در نشست کمیته رسیدگی به حقوق افراد دارای معلولیت شرکت داشت. در اونجا در اعتراض به درمان‌های اصلاحی برای افراد جامعه LGBT حسین نحوی نژاد معاون سازمان بهزیستی اینو میگه. دیگری دارن که آیا شوک الکتریکی انجام میشه یا درمان و جراحی اجباری؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه. کاملا ما تکذیب میکنیم. کاملا تکذیب میکنن که شوک درمانی در ایران وجود داشته باشه. منجر به درمان اجباری بشه برای افراد و هیچ گونه بیماری انگاری که منجر به درمان اجباری برای این افراد بشه وجود نداره و مثل سایر شهروندان حق دارن از خدمات سازمان بهزیستی استفاده بکنن. این که حق دارن استفاده بکنن یه بحثه. بحث دیگه که برای من مهمه اینجا خیلی مختصر بهش اشاره بکنم اینه که برای اولین بار اینها مجبور شدن در صحن سازمان ملل در حضور افکار عمومی و برای جامعه بین المللی توضیح بدن که چه میکنن با افرادی که گرایش جنسی متفاوت یا هویت جنسیتی دیگری دارند. در اونجا انکار میکنن درمانهای اجباری رو، انکار میکنن شوک تراپی یا شوک الکتریکی رو برای این افراد، انکار میکنن عملهای جراحی اجباری رو و اصولا منکر این میشن که به گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی انگ بیماری یا انحراف بزنن و جوری نشون انگار از همه حقوقشون برخوردارن. من دارم میخواد اینجا بگم که هر کدوم از شما که چه به اجبار خانواده، چه به اجبار نهاد مدرسه یا دستگیر شدن در خیابان یا داشتن پرونده دیگری مجبور شدید نزد روانشناس برید، مجبور شدید عمل جراحی رو تحمل بکنید یا مجبور شدید داروهایی رو بخورید که روانگردان هست که روحیه شما رو عوض بکنه، که گرایش جنسی شما رو عوض بکنه، همه شمایی که مجبور شدید با جنس مخالف رابطه بگیرید برای اینکه از ذهنتون بره گرایش همجنسگرایانتون، و همه شمایی که فکر کردید به دلیل آموزشی که دیدید فکر کردید که بیمار هستید چون به همجنستون گرایش دارید، چون هویت جنسیتی متفاوتی دارید و اقدام به رفتن پیش پزشک کردید، و همه شمایی که حتی به خواست خودتون تصمیم گرفتید برای تغییر گرایش جنسیتون یا پذیرفتن هویت جنسیتی تحمیلی بهتون نزد پزشک برید، همه شما در واقع قربانیان درمانهای اصلاحی هستید و میتونید پر کردن این پرسشنامه رو در دستور کارتون بذارید. بسیار مهمه که این پرسشنامه رو پر بکنید برای اینکه اطلاعاتی به ما میدین که در تحقیقات بعدیمون و در پاسخگو کردن عوامل این مشکلات در جامعه ایران بتونیم ازش استفاده بکنیم. موفق باشید و امیدوارم روزی جامعه رو تجربه بکنیم که نه چنین دروغ‌هایی توش باشه، نه چنان درمان‌های اجباری برای جامعه LGBT.